شکنجه هارترین ابزار خشونت مستقیم حکومت‌های سلطه‌گر است برای درهم شکستن مقاومت اسرای خود و بخشی است از مجموعه آپارات عمومی سرکوب برای ایجاد فضای ارعاب و سکون در جامعه و تحکیم سلطه. نبود یا ضعف حساسیت و کنش عمومی علیه شکنجه دست سلطه‌گران را در اعمال آن باز می‌گذارد. در دوره اخیر افشاگری عمومی و جسورانه اسماعیل بخشی و گواهی سپیده قلیان شکنجه در جمهوری اسلامی را به موضوع افکار عمومی وسیع تبدیل کرد که چگونه بر مبنای الگوی عقوبت الهی نمایندگان خود ساخته الله بر روی زمین ابزار شکنجه و اعدام را با نام مستعار حد و کیفر شرعی اعمال می کنند و برای اسرای خود جهنمی را برپا ساختند که به ویژه در دهه 60 جانهای شیفته بیشماری را در آتش خود سوخت. طرح موضوع شکنجه در جمهوری اسلامی در افکار عمومی در عین سراسیمه کردن رژیم شمع فرصت طلبانه اعوان سلطنت را هم به میدان آورد و با انکار حافظه تاریخی و مسکوت گذاشتن شکنجه در دوران سلطنت سالوسانه مدعی مخالفت با شکنجه شدند. این کلیپ تلاشی است برای تصویر شکنجه در دو رژیم شاه و شیخ از زبان گواهان مستقیم آن برای تقویت حافظه تاریخی و ایجاد سدی در مقابل تکرار آن. من در خرداد 1350 اول خرداد 1350 دستگیر شدم در رابطه با سازمان چریکای فدایی خلق. علتم این بود که خب این سازمان وسایلی خواست و منم اون وسایل می ساختم، مغازه‌ای داشتم، می ساختم، تحویلشون می دادم و پرونده منم روی همین موضوع بود. گرچه وقتی منو گرفتن تا حدود 15-20 روز که شلاق و شکنجه و باتون برقی و چگ و لغد و همه اینها بود تا اینکه بالاخره وقتی که من تخلیه شدم بعد تو سلول 2 ماه تو شهربانی بودم چون منو شهربانی گرفتم. منتها چون پروندم سبک بود، کل پروندم این بود که من این وسایل ساختم، بازجویی هم میگفت طبق قانون شما حد اکثر بین 2 تا 3 سال زندانی دارید. خب ما 7-8 بودیم جدا کردن، قرار بود شهربانی ما رو بفرسته. خودش دادگاه که سواک میگفت نه همه رو تحویل بدین و سواک موفق شد ما رو هم تحویل سواک دادن. سواکی رفتیم، سواکی دیگه پرونده منو از سال 1140 38-40 که با پویان تو مشهد محفلی داشتیم، فعالیت مذهبی میکردیم، در آوردن و خلاصه گیر دادن. ولی هرچی جستجو کردن هیچی تو پروندم غیر از اون چیزی گفته بودم به وجود نیامد. ولی به هر حال این پرونده رو تکمیل کردن. منتها من وقتی میخواستن محاکمه کنن گذاشتن با فردی به نام مناف فلکی، یکی از رفاقای تبریز، فرمانده حمله به کلانتر تبریز با نورالدین ریاحی و غلام حسین فرمود، ما 4 تا رو گذاشتن. بعد من گفتم آخه چرا منو اینا با این افراد، من این افراد اصلا ندیدم، نمیشناسم. گفتن تو عضو این سازمانی فرق نمیکنه. دادگاه هم که رفتیم به دادگاه
وقتی که به من دادگاه اول وکیل من میگفت که شما حد اکثر 3 سال زندانی داری ولی من سعی میکنم کمش کنم بیارمش 1.5 سال، این امکانش هست. خلصمون خوب طبق این رفتیم دادگاه. تا دادگاه اول منو به اعدام محکوم کردن که اعتراض کردم، گفتم اصلا من گفتن چون توی این واقعه تبریز شرکت داشتی تو هم محکوم به اعدام. گفتم من اصلا تبریز نرفتم، اینه که به هر حال دادگاه دوم شد، دادگاه دوم ابد دادن و بعدش هم که رفتیم زندان. اینه که در زمان شاه هم اینجور چیزا صورت میگرفت. تجارب زیادی داریم که یه پروندم در رابطه با همین ترور دانشمندهای اتمی ایران که اتهام بستن به این افراد، این همین واقع هم تو ایران ما داشتیم که یک نفر رو گرفته بودن، چون هنوز حمله کنندگان به کلانتری تبریز نگرفته بودن، یه نفر گرفتن گفتن این کار اینه، اونم زیر شکنجه پذیرفته بود. و من که رفتم تو سلولای اوین گفتن این شخص که من اینو میشناختم از مشهد، و ولی پذیرفته بود که آره کار منه، زیر شکنجه خب مجبور شده. تا بعد که دیگه مسئولین رفاقای حمله کننده به کلانتر تبریز رو گرفتن، اینو دیگه آزادش کردن. و ولی خب اسمی به جایی نبردن، تلویزیون نبردن، مثل کارهایی که جمهوری اسلامی میکنه این کارا رو دیگه ادامه ندادن. ولی دوتا واقعه، یعنی مبنای این حکومت ها اینه که هر اتفاقی میفته با قدرت بگن مسئولین رو گرفتیم بلافاصله بعد از واقعه، یا 10 ساعت، 12 ساعت، 24 ساعت بگن این واقعی که اتفاق افتاد مسئولینش گرفتیم، تموم شد. حالا بعد اثبات بکنن یا نکنن دیگه مربوط به بعد. من مینا هستم، بهمن سال 60 تسکیر شدم. بعد از یه مدتی منتقل شدم به بند 240 اتاق 6. وقتی که توی این اتاق بودم می دیدم که اکثر بچه هایی که شکنجه شدن دور تا دور اتاق می شستن و پاهای باند پیچی شده ای داشتن که پانسمان شده بود، و پرستار اتاق یا پرستار بند که معمولا هر اتاقی پرستار داشت می اومد هر روز باند اینا رو عوض می کرد یا یک روز در می اومد. بعد وقتی که می دید، یعنی انقدر وحشتناک بود که با چون مواد مثلا بیهوش کننده یا چیز نداشتن که اینا در همون حالی که بیدار بود، چیز بودن، به هوشیار بودن باید این پانسمان عوض می شد و درد چیزی رو که اینا تحمل می کردن آدم از چهرهشون می شدید. و اون واقعا خیلی وحشتناکه، اینکه آدم خودش شکنجه بشه یا اینکه شاهد این باشه کسی که اون همه شکنجه شده و دوباره با هر پانسمانی که داره عوض میشه اون درد براش تداعی میشه. بعد اکثر اونا پاهاشون گوشت اضافی میآورد و یا به جراحی کشیده میشد چون چرک میکرد. بعد اینا رو پیوند میزدن، از رون پاشون بر میداشتن، به کف پاشون پیوند میزدن، ولی هرگز اون پا به شکل واقعی بر نمیگشت و با همون اضافه گوشتی که کف پاشون باقی میموند الان دارن زندگی میکنن، اونایی که زنده موندن. که نمونهش یکی بود که حتی وقتی که بیرون اومد پاش دوباره چرک کرد و اینو توی بیمارستانی که دکتر شیخ الاسلام زاده اونجا کار میکرد، اونجا جراحیش کردن و شب ساعت 5 باید با مینیبوس با تاکسی به خونش میبردن چون به خونه خودشون منتقل میشد، چون اجازه نداشت که توی بیمارستان بمونه. یا فرشته صبحچر که الان توی کرن زندگی میکنه و 80% بدنش به هیندرته، یعنی اینکه انقدر آثار شکنجه هست من فکر کنم فقط 20% بدن این سالمه الان.
یکی دیگه از چیزایی که تو زندان آدم رو خیلی اذیت میکنه بچه هایی بودن که اونجا بودن. این بچه ها وقتی که شکنجه رو میدیدن و من نمیتونستم، مادرام نمیتونستن که توضیح بدن چی میگفتن که اوف شده. یکی از اینا، من سال 61 بود، توی سلول 209 بودم و تو این 209 ما سه نفر بودیم. یک روز رفتیم برای حمام، ما رو بردن و چون فقط 10 دقیقه برای هر سلولی وقت میذاشتم و تون تون کارمون رو میکردیم، من موازی بچه رو بغل گرفتم. بعد بالای بغل این یک دریچه بود که به هواخوری بند 209، هواخوری 209 بود. بعد این بچه وقتی که نگاه کرد گفت امو اوف. مادرش فکر کرد که شاید برادرش اونجاست. ما بلافاصله رفتیم بالا، نگاه کردیم، دریچه خیلی کوچک بود و مردی رو دیدیم که من این صحنه هم هیچ وقت از ذهنم نمیره، مثل عکسیه که همیشه توی مغزم حک شده. یک مردی بود که موهای بلندی داشت، ریش داشت، یک بلوز آبی تنش بود و از سر تا پا شکنجه شده بود و به زنجیر بسته شده بود و اون بچه میگفت اوف شده. من نمیدونم الان تصویری که تو ذهن اون بچه مونده چی هست. بچه بود که توپ نداشت. ما از وقتی که یک روز از دریچه 209 وقتی آسمون رو نگاه کرد، هی میگفت توپ توپ. ما نگاه کرد دیدیم ما رو دیده. ما براش با پوشک هایی خودش یه دونه توپ درست کرده بودیم. و البته اون بچه الان بزرگ شده، ولی من نمیدونم توی ذهن اون بچه چه چیزایی ثبت شده. من حسن آزاد هستم. میخواستم یک بخشی از خاطرات خودم تو دوران زندان، من تو دوره پهلوی زندانی بودم، براتون تعریف بکنم. اولا که توی زندان مسئله شکنجه یه امر عادی بود. من هم خودم شکنجه شدم، هم مواردی رو دیدم که بچه هایی که انقدر شلاق خورده بودن که روی پاشون نمیتونستن وایستن و خودشون رو زمین میکشیدن. و یه نمونه دیگه براتون بگم، یه آقایی رو تمام ناخونهای دستش کشیده بودن، اصلا با دستاش نمیتونست کار بکنه. اون مجبور بچه ها بهش کمک میکردن که بتونه کارهای عادی روزمره شو انجام بده. این نمونه هایی از شکنجه به این شکل من خودم شاهدش بودم. یه خاطره جالب که میخوام براتون تعریف کنم اینه که بعد از کمیته مشترک ما رو منتقل کردن به زندان قزلقلعه. اتفاقا دوست و همکلاسی و همدانشکده من منصور اسکندری هم تو همون دوره منتقل شد به قزلقلعه. خیلی ما خوشمون اومد از این که با هم اونجا هستیم و با هم دیگه حرف میزنیم، اکثر اوقات با هم دیگه وقت میگذروندیم. چون هر دو بودم دانشجو پزشکی بودیم، مشکلات پزشکیشون رو بچه ها به ما مراجعه میکردن. این وظیفه هم اونجا داشت. در ضمن بچه های بازی میکردن به اسم ایشدیدی. یه بازی میگفتن بازی دزفولیه و این اسمش هم اصلا اسم دزفولیه. یه بازی بودش که تا حدودی خشم بود. ما هم چند بار بچه گفتیم که مثلا اگه میشه حالا اینو کمتر بازی کنید، ولی به اونا روحیه میداد این بازی رو اونا میکردن. توی یکی از این بازی ها یکی از بچه ها به اسم بشارتی سرش محکم خورد کنار دیوار، مدت یه رو بیهوش شد. بعد خوشبختانه بعد از این یه رو به هوش اومد و اینا، ما فکر کردیم که خب ممکنه ضربه مغزی شده باشه، بعد براش خطر جانی داره، بهتره ما به مقامات اداری زندان اطلاع بدیم. بچه‌ای که با تجربه تر بودن گفتن که خب اگر ما به مقامات زندان بگیم اونا حتما فشار رو ما بیشتر میکنن، سوال جواب میکنن، کنترل رو بیشتر میکنن و بعدش هم محدودیت های بیشتری رو تو زندان ایجاد میکنن برای بازی، برای هواخوری و اینا.
دیگه این تناقض اینجوری حل کردیم که من و منصور تا صبح بالا سر اون آقا بیدار بمونیم، علائم حیاتیشو کنترل کنیم، اگه وضعش وخیمتر و بدتر شد به ناچار به مقامات زندان خبر بدیم، اگر نشد رو به بهبودی رفت، خب دیگه مسئله رو خودمون بین خودمون حل کنیم و تمام بشه. اون شب ما تا صبح همجوری به نوبت من و منصور با همدیگه کشیک میدادیم، علائم حیاتی رو کنترل میکردیم، بهتر شد دیگه، رو به بدی نرفت و بهتر شد و صبح دیگه حالش خوب شده بود. خب دیگه ما هم دیگه به پلیس نگفتیم. بعد من شنیدم که این بشارتی رفتن با یه عده دیگه یه گروهی رو تو هدایت یه گروهی بسا شرکت داشت که معروف به گروه قنات شد تو جهرم. تعداد زیادی از بچه های چپ رو اونا میگرفتن، به فکر فجیع شکنجه میدادن و میگشتن. آدم با خودش بسیار تردید میشه که مثلا ما با اون صداقت و با اون مسئولیت برایش اون همه وقت گذاشتیم، نگران سلامتیش بودیم، بعد این تبدیل شد به یه موجودی به این شکل و انقدر قسی القلب. و اینکه خلاصه سرنوشت مردم ما هم که مثلا تو دو تا رژیم چه سرنوشتی داشت، تو اون دوره به این شکل شکنجه میشد، تو این دوره هم یه اشکال دیگه از شکنجه، و این شکل‌های بی‌رحمانه و ناشی از قساوت قلب در رفتار با مخالفین خودشون و اپوزیسیون جامعه. شکنجه ابزار سرکوبه. در رابطه با زندانیان سیاسی این ابزار جنبه فردی و جنبه اجتماعی با هم داره، چون فرد رو وقتی زیر ضرب میبرن با شکنجه، هدفشون اینه که از طریق فرد و شرایطی که ایجاد میشه در حقیقت جامعه رو دوچار ترس، دوچار ناامیدی و پنیک بکنن. شکنجه اشکال مختلف داره. شکنجه یکیش شکنجه جسمیه که البته شکنجه جسمی همراه با شکنجه روحیه، چون هدف شکوندن فرد هستش و گاهی وقتا درد اونجا میرسه که نمیتونه تحمل بکنه و این گذشته از حساب چیز جسمی و درد فرد رو از نظر روحی میشکنه. من دیدم زندانیایی رو که بعد از این شکست دیگه نتونستند از جا بلند بشن، یعنی اونقدر این شکست روشون رو تأثیر گذاشت که کلن مایوس شدن از مبارزه و بخشی هم اونقدر تحت تأثیر اثر منفی قرار گرفتن که تبدیل شدن به تواب. این چیزه. ولی این که مثلا در شرایط شکنجه آدم چی فکر میکنه، من فکر میکنم من از شرایط دهه 60 حرف میزنم، از الان حرف نمیزنم، نمیدونم چی جوریه. در اون زمان وقتی که آدم دستگیر میشد فکر میکرد که خب آدم رو میکشن، خواهناخا اینا آدم رو میکشن، پس بهترینه که آدم جای خودش محکم وایسته، وقتی قراره که کشته بشی یه جوری کشته بشی که زیبا باشه. و این یه عاملی بود. و اینکه اون اهدافی که آدم داشت، این اهداف آدم رو نگه میداشت. من فکر میکردم مثلا من چه کار بدی کردم که بخوام ازش ببرم و بگم که کارم غلط بوده. اگه من خواستم که یه دنیای بهتری برای همه باشه، همه زندگی خوب داشته باشن، کار غلطی نبود. بنابراین فکر میکردم که اگر برای یه چنین خواست انسانی باید شکنجه بشم، خب میشم دیگه، چی کار بکنم، هیچ راهی ندارم. و دیگه
تو اون شرایط، یعنی تو اون جایی که وقتی که زیر ضرب بودی، کتک می‌خوردی، این چیزا بود که تو رو نگه می‌داشت. من یادم، من البته من یک بار فقط به زیر 8 برده شدم، چون من سال 63 دستگیر شدم و شرایط سال 63 با 60 و 61 و 62 خیلی فرق می‌کرد. اون وقت اصلا معیاری اینا نداشتم، می‌آوردن فقط می‌زدن می‌کشتن، اصلا براشون مهم نبود که طرف کیه، اصلا اطلاعاتی داره نداره. ولی سال 63 یه مقداری ملایم تر شده بود و اون شکلی برخورد نمی کردم. ولی با این حال وقتی که من زیر 8 برده شدم، اونجا چشمامو بستن، پامو بستن، دستمو بستن به تخت و صدای از ضبطی که همراهش ما برده بودن، صدای قرآن بود، یه چیز مذهبی بود و دو تا پاسدار. من نمیدونم در اون شرایط، من حس کردم که میبینم بالا رو، این از اون بالا یه سوراخی میدیدم روشن مثل ماه که در شب میدرخشه. نمیدونم توهمم بود چی بود. بعد فکر کردم که اون ماهه که من دارم بالا اونو میبینم و اون به من نگاه میکنه. در اون لحظه یاد شعری از بریتیس افتادم که در این شعر این عنوان میکنه که البته داره بوسه ای رو که به معشوقش داده میگه، که میگه بوسه ما رو، تو قایق نشسته بودن تو دریا، که بوسه ما رو مهتاب دید، مهتاب به آب گفت، آب به پارو، پارو به قایق، قایق به قایقران، و فردا تمام یونان از بوسه ما خبر میشن. من اونجا فکر میکردم که خب ماه داره منو میبینه، هر اتفاقی در اینجا میفته میبینه، مهتاب به همه جا میتابه و فردا مردم میدونن که در این وسط شهر تهران چه گذشته استش. این ولی حالا فکر میکنم که من که چشمم بسته بود، اون نور رو، اون مهتاب رو کجا میدیدم؟ آیا فقط توی ذهن خودم داشتم که اینقدر منو ملایم کرده بود در اون لحظه ای که اون فریاد میزد، شلاق رو تکون میداد و قرآن امکان این چیزا رو فراهم میکرد؟ صحبت از شکنجه واقعا برای من تابوه، به خصوص اون جایی که پای خود فرد در میانه. اما حالا که قرار مقایسه شد، اولین برخورد شکنجه را در رژیم شاه با جمهوری اسلامی امیدوارم که بتونم بیان کنم. در سومین روز بازجویی تو زمان شاه، وقتی که دیگه کلی پرونده در اختیار بازجو بود، من همه را منکر می شدم، دستور داد به دو تا از اون موقع پاسبان ها بودم که این را ببرید به اتاق تمشیه. از اونجا که اومدم بیرون، یک اوورکوت نظامی سرم انداختن و دو نفری منو زیر ضربات مشت گرفتن. ولی در بین آدم هایی که مشت زد، صدای خود بازجو را شنیدم، صدای دیگران نیومد. تو اتاق شکنجه اونجا 3 مأمور بودن، مرا به تخت بستن. من در کتاب زندان شاتوی زدم، بر حسب تصادف اون آدمی که من با خود می برد از بچه های اطراف کرمانشاه بود و شناس در اومد. تنها کاری که از اون بالا یک مقداری از این پارچه های به اصطلاح پاره را که تو سوراخی بود آورد و به دور ساقهای پام پیچید، به طوری که من هرچه کاب خوردم ساق پام در اون دوره آسیب ندید. اما من در رژیم شام 50-60 ضربه کاب خوردم که فقط قرار همین 8 تا بودم.
در حالی که من نه با همه اشرف ارتباط داشتم، نه رابطه‌ای داشتم، نه جز چریک فدایی بودم. وقتی که دعوای حمید اشرف تمام شد، تازه اومد تو پرونده خودمون، فلان کتاب رو از کی چی گرفتی، فلان جزا رو از کی گرفتی، در فلان تظاهرات چیکار کردی، در فلان هم چیکار کردی. پرونده ای که در دستش بود مورد به مورد می آورد، من هر کدام را انکار می شدم، یه سری شلاق می خوردم تا وقتی که برم زیر اقرار. همین اتفاق در جمهوری اسلامی، در جمهوری اسلامی در اتاق بازجو که بودم، روبروی من یک پارکینگ اتومبیل بود با ماشین‌های شیک آخرین مدل در اوین. من نگاه می‌کردم، داشته بود چیزی رو گفته بود، بنویس هویت خودتون رو، بنویسید فعالیت‌های سیاسی خود رو، بنویسید چه کارهایی کردید، بنویسید. من داشتم همینجور الکی مشغول می‌شدم، من نگاهی می‌ندازم، یک مرتبه آتیش تو گوشم پاک شد. از دو طرف خودشو اون کمکش دوتایی افتادن جون من، اینقدر به من زدن تا وقتی که من با اون صندلی غلطیدم. وقتی هم به صندلی غلطیدم دیگه دست از من برداشتم، دو تا دندانم افتاده بود، خواستم دندونا رو بردارم، لگد زد رو دستم، گفت همینجا تو رو میکشم، فکر کردی میذاریم بری افشاگری کنی بگی دندونت شکسته. من را دستشویی بردن، صورتم را شستم، چند دقیقه نگه داشتم، بازجو دنبال اون نگهبان اومد، گفت چرا دیر آوردی؟ گفت آه خون میاد، حرامه اینجا میاد، کثیف میکنم. گفت نه ببرش تو اتاق. من را بردن تو اتاق شکنجه. انگار همون زمان شاه، با این تفاوت که در زمان شاه ما را به پشت خوابوندن، تو جمهوری اسلامی دبر خوابوندن. یعنی علاوه بر این که در جمهوری اسلامی به کف پاها میزن، خود بازجو روی سرم واسده بود، کابلی دستش بود، مرتبا با کاب به پشتم میزد، به کشاله را میزد. اون جلو هم مثل زمان شاه دو نفر بودن، چه در زمان شاه چه در جمهوری اسلامی، بیاد تبرزنهای افتادم که درخت میزدن، تبرزنها به چپ و راست به درخت میزدن تا بیفته. اینها هم یک نفر این بار فساده بود، یک نفر اون باز، یک بار این میزد، یک بار اون، بیاد اون درختهای چناری میافتادم که اینها میزدن و میافتاد. البته من این خوشبختی را داشتم که نیافتادم. در همین زندان، در همین جلسه، من با وجود این که از طرف کسی معرفی شده بودم که من جزو سازمان راه کارگر هستم، من سر تا سر انکار کردم. به شماره انکارها من شلاق خوردم تا زمانی که دیدم نه، اینجور نیست که من فکر کنم تمام میشه و زیر شکنجه میمیرم، اینقدر میزنم که تو نتونی. بالاخره گرفتم داستانی ساختم و اندازه‌ای قرد در ساختن اون داستان بودم که ضربات این را حس نمی کردم. البته این را بگم، در این فاصله چه در رژیم شاه و چه در رژیم جمهوری اسلامی، پس از 50-60 ضربه شلاق یک چاقوی را به کف پا می کشیدن. این چاقو را که به کف پا می کشیدن، اگر واکنش نشون میداد معلوم بود که هنوز میشه شلاق خورد، ولی اگر واکنش نشون نمیداد از تخت باز میکردن، دو نفر زیر بغل میگرفتن، میگردوندن تا وقتی که پاها دوباره حس رو بهش برگردوندن. وقتی حس به پا برمیگشت دوباره به تخت میخوابوندن. و همینجا بگم، به خاطر اینکه تو اتاق ببینم چه خبره، یک بار اون چشمندی که به چشمان بسته بودم پایین انداختم و با پایین انداختن اون ضربه شدید بازجو و کمک بازجو بود که فلان فلان شده، جاسوس کجا را بخواه شناسایی کنی؟ در اتاق
تاریکی که یک نور ضعیف میتابید اینجا اتهام جاسوسی میدادن. این در واقع من خواستم اولین جلسه شکنجه را در دو رژیم بگم. اما اگر رفقایی که علاقه مندن، من این را در 4 جلد کتاب نوشتم، میتونم رجوع کنم و جزئیات شکنجه را که بیش از 10 بار تکرار شده ببینم. با درود خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز، من مهرآفاق مقیمی زندانی سیاسی هستم که اوایل سال 64 دستگیر و جز آخرین گروه از زندانیان زنی بودم که در سال 70 آزاد و در سالهای 71 و 72 مجدداً دستگیر و سلول‌های انفرادی و زندگی با زنان عادی را مجدداً تجربه کردم و انزجار می‌خواستم که انزجار ندادم. از همینجا درود می‌فرستم بر شیر زنان و دلیر مردانی که در دهه 60 اعدام شدند و در سال 67 در اتاقک‌هایی که نظام جمهوری اسلامی نام دادگاه را بر آن نهاد به تفتیش عقاید نه گفتند و اعدام شدند. و چون جوردانو برانو در آتش فاشیستی و تنگ نظری نظام سوختند. واقعیت امر این است که در زندان جمهوری اسلامی زندانی از بدو ورود تا مرحله آزادی یا اعدام تحت شکنجه قرار دارد و جمهوری اسلامی از دو نوع شکنجه برای اقرار و شکستن زندانی استفاده می کنه. شکنجه فیزیکی و شکنجه روحی. شکنجه فیزیکی از تعزیر، شلاق بر پشت و بدن و قپان استفاده می کنه که من تجربه کردم. البته اون چیزی که متداول هست و من دیدم. در سال 67 نظام به دلیل شکست در جنگ و ایجاد رعب و وحشت در جامعه و اقتدار خود دست به کشتار زندانیان سیاسی زد که حدود 40 الی 45 زن مجاهد از بند ما اعدام شدند. در مجموع 200 الی 250 زندانی زن اعدام شدند. در شب اعدام زنان باکره، سکس به عنوان ابزاری در خدمت جهاد جلادان قرار می گیرد و زندانی در کام نفرت انگیزترین مزدور رژیم مورد تجاوز جنسی قرار می گیرد. واقعا سؤال بر اینه که آیا برای زندانی آن لحظه زجرآورتر از لحظه اعدام نبود؟ بعد از اعدام مسئولین نظام برای شکستن زندانیان زن چپ مسئله حد را مطرح کردند که من یکی از آنها بودم و محاکمه شدم و به تعداد رکعت‌های نماز در هر وعده نماز شلاق می‌زدند. سهیلا درویش کهن دختر 22 ساله‌ای بود که زیر شکنجه کشته شد، اما به خانواده اعلام کردند که او خودکشی کرد. او قبلا از آریتمی قلبی رنج می برد. کسانی که سلول آسایشگاه را گذرانده باشند می دونن که اونجا هیچ امکانی برای خودکشی فرد وجود ندارد. در واقع این امر زخمایی که جمهوری اسلامی ایجاد کرد تا سرنگونی نظام تمیم شدنی نیست. فقط و فقط در دادگاه‌های مردمی باید به مردم ایران و جهان پاسخ بگویند که بر فرزندان آزادی‌خواه ایران چه گذشت. ما خواهان مجازات کسانی که آمرین این جنایت بودن هستیم تا از تکرار آن جلوگیری کنیم.
نه به صورتی که آنها اعمال کردند. ما مخالف اعدام هستیم. من باقر ابراهیم زاده، یکی از هزاران شکنجه شده زندان‌های شاهنشاهی هستم. در رابطه با شکنجه 3 بار مصاحبه کردم، 1 بار در ارتباط با زمانی که شاه وضعیتش خراب بود، اواخر حکومت شاه، با در زندان با صلیب سرخ جهانی، دفعه بعد در خارج از کشور با امنیستی، و در 17 ماه مه 2019 با تلویزیون برابری که در سایت برابری و در یوتیوب هست، البته به طور مفصل و اینجا کوتاه صحبت میکنم چون وقت خیلی محدود هست. من در 28 اردیبهشت 1355 توسط ساواک دستگیر شدم. علت دستگیری من این بود که در کنترل طولانی مدت شبکه تلفنی سازمان چریکهای فدای خلق که منجر به کشته شدن عده زیادی از رفقای ما در خانه تیمی در تهران و کرج و قزوین و رش شد، و عده کثیری هم دستگیر شدن که عملا اکثرا همزمان دستگیر شدیم. به محض دستگیری من دیدم که اینا دستپاچه منو بردن به یه ساختمانی که در اون ساختمان 2 اتاق بود. در این اتاق پیکرهای سوخته و متلاشی شده حدود 20 نفر از رفقای من، زن و مرد از رفقای فدایی، اونجا کف اتاقها بود. بلافاصله باز دستپاچه منو برداشتن بردن به زندان کمیته مشترک ساواک و شهربانی. در اونجا بردن به اتاق شکنجه. اتاق شکنجه به این صورت که چشمارو بسته بودن و بعد من رو روی تخت خواباندن. روی تختی که خواباندن، 2 دستم از بالا با تناب بستن به تخت، پام از پایین به تخت بستن و شلاق میزدن. و یه نفرم یک پتو چلای گذاشته بود رو صورتم و نشسته بود رو صورتم. البته پا می شد چون با خاطری که نفس بکشم پا می شد، ولی حالت خفکی بهم دست می داد. بعد منو بلند می کردن و از سقف، یعنی از مچ دست با تناب اینا وصل می کردن به سقف، آویزون می کردن و اونجا لختم کرده بودن که با کابل های برق اونجا شلاق می‌زدن که کاپران وقتی که می‌پیچید دور بدن، از بالا تا پایین عملاً سیاه شده بود زیر کابل‌ها. بعد تا عصری 2 بار منو به اتاق بهداری بردن، به این صورت که من خودم رو زمین می‌کشیدم می‌رفتم برای اتاق بهداری، چون کف پامو تلاشی شده بود برای اینکه می‌خواستن از خونریزی جلوگیری کنن، و در عین حال هم پانسمان می‌کردن و هم آمپول مورفین می‌زدن. بعد مجدد برمیگردونن برای بازجویی و شکنجه، که این شکنجه و بازجویی تا آخرای شب ادامه داشت. آخرای شب هیچ توانی برای حرکت دیگه نداشتم و پام متلاشی شده بود. اینها برانکارد آوردن، با برانکارد منو به بهداری منتقل کردن. بهداری طبقه پایین بود. بعد از بهداری منو به داخل راهرو بند منتقل کردن. در راهرو بند به طور مداوم نگهبانا قدم می‌زدن، یعنی پاسبانا اونجا قدم می‌زدن، و اونجا به نگهبان بازجوی من سپرد، گفت که حق نداره که چیکار کنه، حق نداره که بخوابه. فردا صبحش آمدن منو با برانکارد به اتاق چیز بردن، به اتاق آپولو بردن. در اتاق با آپولو پاهامو داخل 2 دستگاه گذاشته بودن، یعنی به صورت آچارهای لولگیری اینو بسته بودن. دستهام در فاصله بین آرنج و انگوشت ها اینو دوباره یک زیر پرس بود، اونم پرس آهنی که فرو میرفت داخل انگوشت، داخل دست، و اونجا پرس ها رو سفت میکردن، از زیر پا شلاق میزدن. بعد بیزه و در این حال خود آلت تناسل رو داخل 2 تخته گذاشته بودن که فشار میدادن، وحشتناک بود دردش. بعد منو که لخ کرده بودن، سیم کشی کرده بودن برای شوک الکتریکی، یکی از لب، از دماغ، از زیر برگه گوش و از آلت تناسلی و کشانه ران، اینو پنسای به صورت گیره وصل میکردن که اینو وقتی برق وصل میکردن عملا منو برق میگرفت. 2 نفر این در بازوی چپ و راستم که اینها زیر پرس بود، اینا با خود چی بهش میگن باتون برقی میزدن که منو برق میگرفت. بعد 1 نفر رو سینم و رو شکمم
چیز میپاشید، شمع داغ یعنی آب شمعی که ذوب شده بود میپاشید. همچنین یه کلاه، میشه کلاه نمیشه گفت، یه دیگه بزرگ آهنی که به سقف آویزان بود، اینو ول میکردم میافتاد تو شانه هام که وقتی من داد میزدم صدا داخل گوش میپیچید. وقتی اینو بالا میبردن اینها چیکار میکردن؟ اینها کبریت رو داخل دماغم فرو میکردن و یا اینکه تو دهنم کبریت روشن تو دهن و دماغ فرو میکردن و با مشتم به سر صورت میزدن که از دهنم و دماغم و در این حال کف پام و مچ پا، چون به طور مداوم پرسه رو صفر میکردن، خون میریخت. بعد چیز بود، دو نفرم که دو طرفم وایساده بودن اینا سیگار داشتن و سیگارشون رو روشن میکردن و میذاشتن تا خاموش میشد. البته دوبارم چشمامو باز کردن که من اون شرایط وحشتناک اونجا رو ببینم، که دیدم که علاوه بر شکنجهگرا و اینها دو نفرم با لباس سفید بودن که بعدن در بهداری متوجهم، یکی از اینا پزشک بهداری بود، یکیشون چیز بود پرستار بود و یک برانکارد هم اونجا بود. بعد از شکنجه ها که همه اینها با هم بودن به طور همزمان بودن، من رو با برانکارد مجدد به بهداری منتقل کردن، بعد از پانسمان من رو به سلول منتقل کردن. این یکی از نمونه هایی که به طور مختصر گفتم، چون وقت خیلی کوتاه بود فقط روزشو اینجا مطرح کردم. با سلام به همه مردم آزادی خواه و شریف و انسان دوست از سراسر جهان که صدای منو میشنوید. فرنگیس مظلوم هستم، مادر سهیل عربی. خواستم بدین وسیله یه شمعه ای از اوضاع زندان و سهیل براتون بگم. سهیل همینطور که میدونین سه بار بینی شکسته و اوایل اردیبهشت ماه امسال سال 98 به قرارگاه سارالله توی سارالله سپاه برده شده و به ضرب پوتین تو بیضه چپش مبتلا به ترومای بلانت شده، یعنی له شدگی بیضه. یکی از دندوناش خرابه و همین داره عفونت رو وارد بدنش میکنه و از درد بیزش هم به شدت به خودش میپیچه و عذاب میکشه و اینا هم حاضر نیستن اعزامش کنن، هرچند که دستور اعزامش رو من خودم دیدم. قاضی ناظر بر زندان آقای وزیری دادیار نامه اعزام سهیل رو به خودمون، به من و وکیلش نشون داد. متاسفانه وضع بهداشت زندان خیلی خرابه، از لحاظ آب، حمام، خوراکی. ما باید در ماه 300-400 تومن در هفته باید به بچه هامون پول برسونیم که لااقل بتونن به اندازه یه بخور و نمیری غذا داشته باشن، که اونم متاسفانه پرسنل شریف زندان با وجود 7 میلیون حقوق باز هم میان از بچه های ما طلب پول میکنن و غذا میگن ما غذای زندان رو نمیتونیم بخوریم. من تنها به خاطر خودم نمیگم، تمام زندانیان، حالا هر کس که هر خلافی کرده، خانواده ها چه گناهی کردن تو این وضع خراب اقتصادی کشور، یعنی ما خودمون تو خرج خودمون موندی، اونا باید با 3-4 برابر قیمت یه جنسی رو بخرن، آب شیشه 15 تومن تو این گرما، چون نمیشستن به هیچ عنوان آب اونجا رو خورد. وضعیت غذا هم که خب مشخصه، وضعیت بهداشتیشون هم که حتی یه دکتر درست حسابی اونجا نیست، از خود پرسنل اونجا و نهایت به بچه‌ها یه مسکن بدن که مسکن دردی از امثال سهیل به قولی دوا نمی‌کنه. این از وضعیت بد زندان که حتی پول خرما و پنیرشون هم برای ماه رمضان از بچه‌های ما می‌گرفتن. و از این بدتر این که دو هفته پیش ریخته بودن تمام وسایل مثل پتو و ملزومات زندانی ها رو به اسم کمک به سیلزده ها ازشون گرفته بودن. آخه این وسایل به درد نخوره بچه ها، به چه درد اونا میخوره؟ به چه درد سیلزده ها میخوره؟ و اینی که متاسفانه ما باید دوباره این وسایل رو در اینا تهیه کنیم و همینطور که میدونی اینجا گرونی شدیدن مخصوصا کالا و ما باید 3-4 برابر این پول دوباره این وسایل برای بچه‌هامون تهیه کنیم و واقعا در مضیقه هستیم. خیلی برای ما سخته این پول رو تهیه کردن و در اینجا از همتون تشکر میکنم که به حرفای من گوش دادین و ازتون تقاضا دارم که صدای منو تمام زندانیان باشین، هم سیاسی امنیتی ها، حتی زندانیان عادی که به هر جرمی که اونجا هستن خانواده‌هاشون هیچ گناهی نکردن. ممنونم.